توی گوشی یا لپتاپت کلی برنامه داری که هر کدوم برات یه کاری میکنه. با یکی عکساتو درست میکنی، با یکی پیغام میفرستی، با یکی دیگه آهنگ گوش میدی و خیلی چیزای دیگه. اینا همه برنامه‌های مفیدیه که یک گروه برنامه نویس نوشتن تا کارامونو راحت تر کنن. حالا برنامه‌هایی هم هستن کارمونو که راحت نمیکنن هیچ، تازه خرابکاری و گاهی ازمون دزدی هم میکنن. لایک و سابسکرایب رو بزن تا بریم ببینیم این نرم افزارا چی هستن. مرسی. حالا بزن بریم. من آریو از کانال ویزدم. اینایی که گفتم مقدمه ای بود که ببینیم تعریف ویروس چیه. واقعا ویروس چیه؟ اول بگم که من اینجا همه برنامه‌های مخرب و ویروس در نظر گرفتم. هر نوع برنامه‌ای که باش کار می‌کنی و یه سری برنامه نویس کد نویسی می‌کنن. حالا اگه یه برنامه نویس برنامه‌ای بنویسه که خودش رو کپی کنه یا بتونه از راه‌های مختلف مثل ایمیل یا فلش مموری بره تو دستگاه دیگه، بهش میگن ویروس. البته این تعریف ویروس‌های اولیه بوده، ولی الان ویروس‌ها خیلی پیشرفت کردن. مثلا تو کارت اخلال می‌کنن یا رمزاتو می‌دزدن یا روی فایلای تو قفل می‌ذارن و میگن باید پول بدی. وحشتناک‌ترین حالت اینه که هر کاری تو دستگاهت میکنی و ضبط کنن. البته خیلی کارهای دیگه هم میکنن، من فقط چند نمونه رو گفتم. اینقدر کدنویسی ویروس ها پیچیده شده که الان کلی دستبندی براشون هست، طوری که الان هر کدوم اسمای تخصصی دارن، مثلا باج افسار، کرم، بد افسار یا چیزهای دیگه. انواع خیلی زیادی ویروس داریم، ولی من برای نمونه یه سری از مهماشون رو برات میگم. یه نوع ویروس هست که هر وقت خودش رو کپی میکنه قیافه خودش هم عوض میکنه. فکر کن مثلا تو گوشی تو یه شکله، ولی تو گوشی من یه شکل دیگه، ولی عملکردش تو هر دوتا دستگاه یه جوره. همین کارش باعث میشه شناختش برای آنتی ویروس سخت بشه. یه نوع دیگه اینجوریه که توی بوت سکتور گوشی یا لپتاپت قایم میشه و اینجوری تا فرمت نکنی پاک نمیشه. یعنی مثلا به اول ویندوز چسبیده و به محض اینکه دستگاهتو روشن میکنی اونم شروع به کار میکنه. یه نوع دیگه هم هست که هم بوت رو آلوده میکنه و هم فایلای اجرایی تو. یعنی مثل ویروس قبلیه، ولی مثلا به فتوشاپ بهتم میچسبه. یه سری هم هستن که فقط فایلای متنی رو آلوده میکنن، فایلایی که با برنامه آفیس ساختی. فکر کن یه متن 20 صفحه‌ای تایپ کردی و میای میبینی همه حروف جاهاشون عوض شده. نوع دیگه ای هم هستن که هر فایلی رو آلوده میکنن پاک میکنن. باورت بشه یا نه، حتی ویروس هایی هستن که میتونن خودشون رو بازنویسی کنن، یا وقتی جایی کپی شدن آنتی ویروس رو گول بزنن که جای دیگه ای هستن. این گروه بندی ویروس ها از نظر شخصیت اوناست، وگرنه از نظر عمل کرد بازم میتونن پیچیده تر بشن. یعنی ویروسی میتونه هم به فایلای اجراییت بچسبه، هم تو بوت دستگاهت باشه، هم ظاهر خودش رو تغییر بده، همزمان میتونه ازت جاسوسی هم بکنه. حالا از کجا بفهمم که تو گوشی یا لپتاپم ویروس هست؟ اول اینو بگم که بعضیا میگن فلان مارکو بخری ویروس نمیگیری. این داستان یه افسانه است، چون هر دستگاهی داشته باشی براش ویروس هم نوشتن. پس مراقب باش. علامتایی که باید بهش شک کنی ایناست: اجرا شدن خود به خود برنامه‌ها، اضافه شدن خودکار برنامه‌های جدید، کند شدن شدید و حتی داغ کردن دستگاه، پاک شدن خود به خود فایلا، باز شدن پشت سر همه پنجره ها روی صفحه نمایش، دیدن کپی یه فایل همه جای دستگاه. البته ممکنه خیلی چیزای دیگه هم باشه. خب حالا با این وضعیت چیکار میتونم بکنم؟ این روزا با قوی شدن سیستم‌های عامل کار برای ویروس نویسا خیلی سخت شده. ولی راستش هر کاری کنی امکان این که ویروس بگیری هست، چون هر روز برنامه نویسی پیشرفت میکنه. اما سه راه هست که میتونی دستگاهتو مثل یه دژ قوی کنی. اول اینکه اگه سیستم عاملت اورجیناله، دائم آپدیت کن، چون با هر آپدیت سیستم مقاومتر میشه. دوم از آنتی ویروس استفاده کن. اگه بتونی نسخه پولی رو بخری که عالی، ولی اگه نشود کلی آنتی ویروس رایگان خیلی خوبم هست. و سوم تا اونجایی که میتونی از برنامه‌های کرک شده استفاده نکن. اگه بگردی کلی برنامه‌های مشابه مجانی هست که خیلی هم خوب کار میکنن، چون نمیدونی کیا هستن که قفل این برنامه‌ها رو میشکنن. اگه دقت کنی تو سایت ها نوشته موقع نصب برنامه‌های کرک آنتی ویروس رو خاموش کن. از همینجا باید یه ذره بیشتر حواست رو جمع کنی. البته اینم بگم خودم هم مجبورم خیلی وقتا از این برنامه‌ها استفاده کنم.